سلام، من مریم عرفان هستم. به تماشا خوش اومدین. برنامه این هفته ما به 61مین جشنواره فیلم لندن اختصاص داره. در تماشای این هفته شیرین نشاط درباره فیلم جدیدش در جستجوی ام کلثوم صحبت میکنه. الهام شاکری فرد از برنامه ریزای جشنواره چند اثر از کارگردانان ایرانی رو معرفی میکنه. ایزابل استیونز منتقد فیلم اسرافیل ساخته آیدا پناهنده رو مرور میکنه. و گپی میزنیم با آرش کمالی سروستانی درباره مستندی که در بخش مسابقه جشنواره داره. برنامه این هفته ما اختصاص داره به معرفی آثار فیلمسازان ایرانی حاضر در جشنواره فیلم لندن. اول همه بریم سراغ معرفی فیلمی ساخته یک هنرمند نام‌آور درباره یک هنرمند بزرگ دیگه. فیلمی با عنوان در جستجوی ام کلثوم ساخته شیرین نشاط، هنرمند و فیلمساز ایرانی ساکن نیویورک، درباره ام کلثوم، خواننده بزرگ جهان عرب. تماشا با خانم نشاط درباره فیلمش گفتگو کرده. من الان 6 ساله که من روی داستان خانم ام کلثوم کار میکنم. اول برنامه در فکرم بود که یک فیلم راجع به زندگی و هنر ایشون درست بکنم، ولی بعد از مدتی 2 سال سناریو نوشتن با همکارم شجاع آذری متوجه شدم که واقعا این راه اشتباهیه، برای اینکه ایشون یک جایی در فرهنگ عرب داره از نظر هنر و شخصیتش و اینها. این که تو هر کاری به عنوان یه غیر عرب یا ایرانی بکنی اشتباه کردی. بنابراین بهترین راه اینه که برگردم از خودم سوال بکنم که چرا مثلا من میخوام این فیلم رو بسازم، چه انگیزه من دارم در کاراکتر و هنر این خانم ام کلثوم، با اینکه من واقعا نه عربی بلدم نه شعراشو میفهمم و اینا. برای من سوال من از ام کلثوم این بود که چطوری یک زن مسلمان مثلا سنتی میتونه هم تمام توجهش رو روی کارش بذاره، رابطش با تماشاچیش بذاره، ولی در ضمن یک زندگی خصوصی و شخصی هم داشته باشه، و کار واقعا مشکلیه. بنابراین داستان بایوپیک تبدیل شد داستانی که یک زن فیلمساز ایرانی سوالهای خودش رو راجع به یک هنرمند آیکونیکی مثل ام کلثوم از خودش میپرسه در حالی که داره این فیلم رو میسازه. من همه کارم شخصی بوده، عکسام، ویدیوهام، یا اینکه کاراکترشون بر اساس کسی که من هستم بوده، یا اینکه داستان زندگیشون یک مقداری تحت تاثیر زندگی خود من بوده. ولی یک کنجکاوی عجیبی بود که همچین زنی که این همه آدمو به گریه میندازه، به یعنی واقعا ملت که به موزیکش گوش میدادن دیوونه میشدن، ولی در ضمن خودش زندگی شخصیشو از دیگران پنهان میکرد. ولی من خودم همیشه یه طوری گیرم بین اون چیزی که داخل منه و خارج از منه. برای من یکی از چیزایی که این بود که من واقعا سعی کردم این دفعه ترانسپرنت باشم، خودم باشم. البته کاراکتر میترا کاملا بر اساس من نیست، یه مقداری دراماتایز شده به خاطر داستان، ولی خب زنی هست که در تبعید زندگی میکنه، زنی که یه پسر داره، از این یه مقداری از زندگی شخصی من استفاده شده. Your name? Reda. Reda Sharif. You speak English? A little bit. So, let's start with you singing one of your favorite Uncle Soom songs,
and then we'll have you read some lines. برای من یک جنبش جالبی بود که شروع کنم به جای اینکه فقط راجع به تاریخ فرهنگ ایران تحقیقات بکنم راجع به مصر بکنم. من که دیگه در این زمان بعد از سالها ایران برنگشتن دیگه من نمیتونم تا آخر بعد با نوستالژی کار کنم و این بود که به خودم اجازه دادم که مثل خیلی هنرمندهای دیگه این ایرانی بودم و از خودم دور کنم و اجازه بدم به عنوان یک آرتیست بین‌المللی فکر کنم. خلقت صوتی و یدک صورت آضا امسال فیلم‌های زیادی از کارگردانان ایرانی ساکن داخل ایران یا خارج ایران در جشنواره فیلم لندن حضور داره. من از الهام شاکری فرد یکی از برنامه‌ریزای جشنواره فیلم لندن دعوت کردم برای معرفی بعضی از این فیلم‌ها امروز همراه ما باشه. خیلی خوش اومدید. مرسی. You are one of the programmers of London Film Festival. شما از برنامه‌ریزای جشنواره فیلم لندنید. به نظر میاد که امسال تعداد فیلم‌های کارگردانان ایرانی از سال قبل بیشتره. علتش چیه؟ Well, I'm happy you feel that way because we work very hard. من خوشحالم که شما به این مسئله اشاره میکنید. چون ما خیلی تلاش میکنیم که موقع انتخاب فیلم‌های از همه جای دنیا داشته باشیم. به خصوص از کشورهایی که سینمای غنی دارند. امسال به خصوص خوشحالم که بگم تنوعمون خیلی زیاده. فیلم‌های از استادان بزرگ سینمای ایران داریم. مثل 24 فریم عباس کیارستمی. اما همزمان آثاری از فیلمسازان جوان ایرانی رو هم داریم که سبک‌های نوئی دارند. و رویکردشون نسبت به قصه گویی در سینما کاملا متفاوته، از فیلم هایی با بیان استعاری گرفته تا فیلم های سیاه و در عین حال شجاعانه. بیان گپمون رو با صحبت درباره فیلم آن سوی ابر ساخته مجید مجیدی شروع کنیم که امسال تو بخش مسابقه است و شما هم در مقالتون ازش تعریف کردید. ماجرای فیلم چیه؟ داستان یک خواهر و برادره. امیر یک دزد خورده پاس که درگیر یک ماجرای مرتبط با مواد مخدر میشه. میره سراغ خواهرش که مدت‌ها سور رو ندیده و متوجه میشه که خواهرش در این مدت سختی‌های زیادی کشیده. خواهر به جرم اینکه به مردی که بهش دست درازی کرده بوده آسیب زده، افتاده به زندان و امیر میافته دنبال اینکه خواهرش رو هر جوری شده آزاد کنه. چه چیز فیلمو دوست داشتی؟ این اولین فیلم مجید مجیدی در هنده و تهیه کنندش هم هندیه. شاعرانگی و استعاره های تصویری مجیدی دقتش به جزئیات برای ترسیم تصویری جامع‌تر و بیان مفهومی بزرگتر رو این بار در متن جامعه هند میبینیم. به نظرم مجیدی با جادوهای آوایی و تصویری مومبای خیلی خوب کار کرده. شهری پر از رنگ و صدا و جمعیت و از نظر تصویری فوق‌العاده است. In big festivals such as London, the short films are. در جشنواره‌های بزرگی مثل لندن، خیلی وقتا فیلم‌های کوتاه درست دیده نمی‌شن. با این حال من می‌خوام به چند فیلم کوتاه فوق‌العاده ایرانی اشاره کنم. یکیش فیلم وقت نهار ساخته علیرضا قاسمی. ببخشید خانم، گفتم مامان منو آوردن اینجا. تو خونه‌تون کسی نیست بزرگتر از تو بیاد برای تشخیص و بیاد؟ فقط یه خواهر کوچیک‌تر دارم، خونه دیگه خودم بزرگترم. مگه نمی‌فهمی؟ میگم نمیذارن بری تو. آقا تو رو خدا بذاری من برم تو. مامانمه دیگه، مگه میخوام چی کار کنم؟ تو رو خدا. فیلم‌های کوتاهی که انتخاب می‌کنیم اغلب به شکلی نامتعارف به مسائل پیچیده پرداختن. فیلم‌های ایرانی کوتاه امسالمون غافلگیرکنندند. مثل همین فیلم وقت نهار علیرضا قاسمی که بهار گذشته در کن به نمایش درآمد. فیلم نامتعارفی و از عنوانش هم چیزی دستگیر آدم نمیشه.
فیلم وقت نهار در سردخونه یه بیمارستان میگذره و حکایت غریبیه. وقت نهار زمان استراحت آدم هاست و دختر نوجوانی رو میبینیم که رفته سردخونه تا جسد مادرش رو تشخیص هویت کنه. اما چون سنش کمه اجازه این کار راحت بهش داده نمیشه و بالاخره وقتی میره تو اجازه پیدا میکنه چند دقیقه با جسد مادرش تنها باشه. لحظات عمیقا تاثیرگذاریه که او باید با مادرش خدافظی کنه، اما در عین حال میفهمیم که او به دنبال چیزی و مسئله خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. خیلی غیر منتظر است و فیلم نوید بخش ورود یک کارگردان مستعده که من منتظرم کارهای بیشتری ازش ببینم. مریم پیروکسیکام کجاست؟ من بعد خوابیدم دستم درد میکنه. فیلم کوتاه روتوش ساخته کاوه مظاهری هم شروع غریبی داره. روتوش در بخشی از جشنواره نشون داده میشه که عنوانش هست مثل ضربان قلبی که دیوانت میکنه. عبارتی که به نظرم فیلم رو خیلی خوب توصیف میکنه. فیلم ماجرای یک زن و شوهره. زن روتوشکاره و تخصصش پوشوندن چیزها و کار با فتوشاپه. شغلی که با توجه به لایه‌های پنهان داستان انتخاب جذابیه. رابطه زن رو با شوهرش میبینیم. شوهری که توقعات زیادی از او داره و مدام بهش میگه چیکارا بکنه. فیلم لحظه ای رو تصویر میکنه که زن باید تصمیم سختی درباره رابطه و زندگی جفتشون بگیره. مریم این حوله کور. خیسه شستمش. بیا دستمال برش. بر بر بری. کنه انقدر بخور. بده به من دستتو تمیز کنم. سیگار من کور. گذاشتم کنار آینه شنبین تو. بیا بخور. بر نداری اینو هی جا به جاش نکن. بده به من. It really shows again this kind of inventiveness. روتوش کار خلاقانه ایه که یک مسئله رو در افراطی ترین حالتش ترسیم میکنه و به زن و رابطهش و نقش و قدرتش در ارتباط با شوهرش میپردازه. کارهای بعدی کاوه مظاهری رو هم به نظرم حتما باید دنبال کنیم. سیاه چرا تلفن جواب نمیدی؟ بهش اعتماد داری نمیخواست کاری بکنه تو نفهمی؟ سیاوش خونه ای؟ یکی از فیلم‌های زیبایی که من امسال در جشنواره فیلم لندن دیدم عنوانش هست اسرافیل، ساخته آیدا پناهنده. شاید بعضی از شما دو سال پیش فیلم قبلی خانم پناهنده یعنی ناهید رو دیده باشید. فیلم اسرافیل هم قراره امسال پاییز در ایران به نمایش عمومی در بیاد. من به دیدن فیلم رفتم و از ایزابل استیونز منتقد فیلم خواهش کردم فیلم رو برای تماشا مرور بکنه. سلام. سلام. خوبی؟ خیلی وقت واسدی؟ So the film is set in a village in the north of Iran in the Alborz mountain range. داستان فیلم اسرافیل در یک شهر کوچک در نزدیک کوههای البرز میگذره. داستان که در واقع یک مثلث عاشقانه است، حکایت زندگی زنی به نام ماهیه. ماهی با بازی هدیه تهرانی زن میانسالیه که با مادرش زندگی میکنه و پسر جوانش را به تازگی در یک حادثه رانندگی از دست داده. در همین ایام بهروز هم که عشق دوران جوانی ماهی بوده برای فروختن زمینهاش به ایران برمیگرده. دختر 18 ساله نیستم دستم بگیری قایم هم کنی. ما تو رو قایم نمی کردیم معلوم نبود الان کجاها بودی. خانواده ماهی از برگشتن بهروز ناراحتند. برای اینکه در گذشته روابط عاطفی بهروز و ماهی به دلیل دخالت دایی ماهی به شکل تلخی به هم خورده بوده. دوستی ماهی و بهروز بعد از سالها احیا میشه، اما این بار پای مثلثی در میونه، چون بهروز قصد داره با دختر جوانی به اسم سارا ازدواج کنه و با او به کانادا برگرده. نکته جالب اینه که فیلم فقط سرگذشت ماهی رو دنبال نمی کنه، بلکه به زندگی سارا و بهروز هم می پردازه.
دیر کردی. خدا رحمتشون کنه. ممنون. عزیزم من دیرم نشه. میریم الان. مایی جان پاشو. پاشو. پاشو بریم. The story is very is kind of gradually. داستان به مرور روشن میشه و ما بیننده تا مدت‌ها نمیدونیم در گذشته چه اتفاقاتی افتاده. برخلاف اهالی اون شهر کوچیک که همه از شایعه‌ها و ماجراها باخبرن. از این نظر حال و هوا و ذهنیت مردم شهر خیلی خوب ترسیم شده. چند باری خواستم بهت زنگ بزنم. فهمیدم از شوهرت جدا شدی. چرا از شوهرت جدا شدی؟ به شما ربطی نداره. در مثلث‌های عاشقانه معمولاً همه تقصیرها میفته گردن یک شخصیت، یا زن دوم یا مرد قصه. اما اسرافیل تصویر بی‌طرفانه ارائه میده. برای همین هم اینقدر به زندگی سارا و خانواده‌اش پرداخته میشه و ما به تدریج با زندگی سارا که با مادر بیمار و برادرش در تهران زندگی میکنه آشنا میشیم و میبینیم که سارا و برادرش هم مثل ماهی و بهروز میخوان راه فراری از زندگی که توش گیر کردن پیدا کنن. در شد من فکرام بکنم قبل از که بهروز برگرده کنم دایی که جوابم مثبت به شخص کنم. بهروز من خر نیستم. تو هنوز ماهی دوست داری؟ رابطه سارا و برادرش علی خیلی خوب ترسیم شده. در این اینکه فیلم رابطه اونها و صمیمیتشون رو تصویر میکنه نشون میده که چقدر هم جر و بحث بینشون هست و چطور رابطهشون میتونه بحرانی هم بشه. داریم شام میخوریم. برو مدنی از پشکا و تنگرده یه لحظه برو بیرون. سی خونه بدم میاد. آیدا پناهنده از ماجراها به عنوان بستری برای پرداختن به مشکلات زنان استفاده نکرده. او در عین پرداختن به مشکلات زنان نشون میده که مردها هم درگیری‌های مشابهی دارند. هرچند به نظر میاد ترک کردن و رفتن برای مردانی مثل علی و بهروز راحت‌تره و اونها لازم نیست مثل سارا برای مهاجرت به ازدواج متوسل بشن. اما میبینیم که بهروز و علی هم از زندگیشون راضی نیستن. این نوع نگاه به نظرم خیلی جالب اومد. زندانیت میکردن خوب میشد، میادم ملاقاتت. فقط فامیلای درجه یک میتونم جام ملاقات. نزدیک به پایان فیلم تعداد اتفاقات دراماتیکی که رخ میده کمی زیاده و روایت ظرافت‌های اولیه‌اش رو کمی از دست میده. اما با وجود این در مجموع آیدا پناهنده داستانش رو با ظرافت تعریف کرده و همیشه اولویت رو به شخصیت‌ها داده نه به رخدادها و این مسئله داستان رو واقعی‌تر و باورپذیرتر کرده. در بخش مسابقه جشنواره امسال مستندی هست با عنوان چوکا. لطفاً به ما بگو ساعت چنده. فیلم کار مشترکیه از بهروز بوچانی و آرش کمالی سروستانی. آقای کمالی سروستانی امروز مهمان منه. خیلی خوش اومدید. متشکرم. ممنون که دعوت کردید. آقای فیلم شما که امسال تو بخش مسابقه است، خب عده زیادی از بیننده های ما ندیدن. داستان فیلم چیه؟ داستان فیلم در ارتباط با پناهجوهایی هستش که در جزایر مانوس، جزیره مانوس در کشور پاپوا نیوگینه به صورتی زندانی هستن. اینا کسی بودن که به دولت استرالیا پناهنده شدن و بعد استرالیا اینا رو فرستاده به گینه. خب توی این کمپ های پناهندگی اتفاقای وحشتناک زیادی افتاده، ولی تو اون دو سه سال اول
یه چند تا سلول انفرادی هم بوده که وقتی میخواستن آزارشون بدن اینا میفرستن تو این زندانهای انفرادی. یکی از این زندانهای انفرادی اسمش بوده چوکا. از طرفی چوکا اسم یک پرنده‌ای هستش که مخصوص مانوسه، یعنی تو جاهای دیگه گینه هم این پیدا نمیشه. این پرنده بسیار پرنده محترمیه، بسیار مردم بهش علاقه دارن، اونقدر محترمه که روی پرچم ایالت مانوس نقش چوکا دیده میشه. کاربردهای مختلفی تو فرهنگ مردم مانوس داره. یکی از کارکرداش گفتن زمانه، یعنی وقتی چوکا صبح میخونه مردم میدونن ساعت 6-6:30 و از خواب بلند میشن. و از طرفی همین چوکا اسمش لرزه میندازه به اندام پناهجوهایی که تو کمپ هستن و بر اساس این ما داستانمون رو ساختیم. بدترین روزای تو کمپ هم بکنم اون چوکا بود، خیلی حالت وحشتناکی دارم. بعد از 3 روز من رو بردنم زندان CIS. بردن CIS 40 نفر اینجا رو تو 20 متر جا نگه داشتن. 40 نفر رو سیما میخوابیدیم، رو سیما میخوابیدیم، هیچی نه زیراندازی، هیچی نداشتیم، رو سیما 40 نفر. جانم دشمی هم خود همون تو همون CIS بود، تو همون بازداشتگاه 40 نفر توش بودیم. شما خودتون ساکن هلند هستین، چجوری شد که سراغتون به عنوان فیلمساز افتاد به گینه اینو؟ خب ما خبرای این کمپ رو زیاد میشنیدیم به خاطر اینکه حالا تعداد زیادی از این پناهجوهایی که توی مانوس و ناور هستن ایرانی هستن، خب رسانه های ایرانی پوشش میدادن. من خیلی دوست داشتم که هر جوری شده یه فیلمی راجع به این کمپ ها بسازم. اول فکر میکردم شاید بتونم برم اونجا، بعد دیدم نه نمیشه رفت اونجا، بعد فکر کردم شاید بتونم یه جوری یه کسی رو توی یکی از این کمپا پیدا بکنم و با دوربین موبایل اون آدم فیلم بسازم. ولی خب یه انتخاب کور بود، یعنی نمیدونستی خب کیو پیدا میکنی. ولی خب این شانس بزرگ داشتم که کسی که تونستم در نهایت پیدا کنم نویسنده بود، ژورنالیست بود و خب ارتباط ما خیلی خوب جلو رفت. یعنی این کار مشترکی که شما با آقای بهروز بوچانی کردین که اونجا توی مانوسه و خود شما توی هلند تمام این مدت، چطوری این هماهنگی رو شما با هم انجام دادین، این پروژه مشترک رو به سر انجام رسوندین؟ یه سری مقاله از بهروز دیدم توی سری روزنامه ها که شرایط کمپ رو داره توضیح میده و اینا، و گفتم خب یه آدمی هستش که خب به اندازه کافی شجاع هست و گویا ارتباطم داره با بیرون از کمپ. بذار بهش یه مسیج بدم تو فیسبوک، دیدم تو فیسبوک هم هستش، یه مسیج بهش دادم من میخوام فیلم بسازم راجب اونجا با دوربین تو، آیا تو علاقه من تصمیمم؟ خیلی سریع جواب گفت من خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته. و من تو مسیج بعدی بهش گفتم من شاگرد کیارستمی بودم، دوربینم نمیخوام دوربین ژورنالیستی باشه، میخوام دوربینی باشه که زندگی شما رو ببینه، ثابت باشه بیشتر و دنبال خشونت و دنبال خون و دنبال اتفاق عجیب غریب نباشه، دنبال زندگی ساده کسالتبار یه زندانی باشه. گفت تو نمیدونی من دنبال همچین کسی بودم و خیلی خوبه که ما بتونیم زندگی رو اونجا نشون بدیم. حالا چطوری این کار انجام شد؟ واقعا کار سختی بود، چون اونجا که اینترنت نداشت توی کمپ، سیگنالای توی هوا رو باید میگرفت به روز. بعضی وقتا این سیگنالا بود، بعضی وقتا نبود، وقتی هم بود سرعتش پایین بودش و مثلا یه وایس مسیج ساده‌ای شاید چند دقیقه طول می‌کشید یا نیم ساعت طول می‌کشید که برسه. این وایس مسیج فرستادن کمک می‌کرد ما صدای همدیگه رو گوش بدیم، من صدای بهروز رو گوش بدم و بعد براش یه صدا بفرستم، اون صدای منو گوش بده، یعنی گوش دادن به همدیگه. خب تکنولوژی این وسط خیلی کمک کرد به ما، همین که شاید مثلا ما 5 سال پیش شاید نمیتونستیم این فیلمو بسازیم یا 10 سال پیش. ما صدا برای همدیگه میفرستادیم، اون به من از شرایط کمپ میگفت، من یه مقداری از فیلم و سینما باهاش صحبت میکردم. تو توی مرحله گفتیم که حالا ببینیم آیا واتساپ میتونه تصویرم بفرسته تو اون اینترنت بسیار پایین و چی. یه چند تا شات رندوم گرفت بهروز و بعد فرستاد. خیلی طول کشید ولی فرستاده شد با کوالیتی و کیفیت تصویری بسیار پایین، بسیار پایین. این فرستادن تصویر باعث شد ما راجب شات با هم حرف بزنیم. اون یه شات میفرستاد، ما راجبش با هم بحث میکردیم، راجب داستان با هم حرف میزدیم. شات دیر میرسید، کند میرسید، کوالیتیش پایین بود ولی میرسید. و بعد من سعی میکردم هر 2-3 دقیقه یه ادیت کنم فیلمو
و براش روی لینک محرمانه بفرستم و بهروز میدید اینو. ولی این فیلمی که الان هستش فیلمیه که روش تک تک شاتاش صحبت شده، حرف زده شده، ساخته شده. از 2 دقیقه شاید ما بالای 40-45 تا ادیت، ورژن ادیت داشتیم. محبوبتون چیه توی فیلم؟ ما صحنه‌ای داریم که خیلی دوستشون دارم، صحنه‌ای که بیشتر به استعاره‌های ما کمک کرده من خیلی دوست دارم. ما صحنه‌ای داریم که اینجا فنس زندانه و یه پروانه‌ای داره هی اینجا حرکت میکنه، میره میاد، سعی میکنه که بره بیاد، بره بیاد، که از این ور بره بیرون و نمیتونه بره بیرون. یا شاتایی که با بچه‌ها بهروز براشون آواز میخونه، یه آواز کردی غمگین به نظر من میخونه و بعد بچه‌های محلی اون ور فنس با این آوازا میرقصن. لینی آی لینی لینی باوانم ارای دیری هگر کربون چاوانم. رسیم به پایان برنامه. تماشا رو میتونین روی وبسایت بی بی سی فارسی هم ببینین. اگه خواستین گزارش ها و برنامه های قبلی ما رو ببینین به صفحه یوتیوبمون سر بزنین و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعدی، خداحافظ.